سلام به همه دوستان و همراهان پنج شنبه 21 مرداد 1400 12 ماه آگوست 2021 حتما ضمانت می‌کنم این خبر اینقدر مهم هست و اینقدر حساسیت برانگیز هست که بسیار از دوستان تصویر تحقیرآمیزی که سفارت روسیه در تهران منتشر کرده رو دیدن داستان به یک تشابهی که در این عکس وجود داره و به نظر میرسه تعمدی همین کار انجام شده یعنی درست در همون نقطه ای که بعد از جهان جنگ جهانی دوم سران کشورهای فاتح اون جنگ یعنی آمریکا، انگلیس و روسیه در باغ سفارت روسیه در یک حتی اشاره کردن در همون راه پله ای که استالین روزولت و چرچیل نشستن عکس گرفتن همونجا سفیر روسیه و سفیر انگلیس نشستن عکس گرفتن رو همون صندلی با همون زاویه عکس تا حدود زیادی و بعد هم منتشرش کردن یادآوری یک تحقیر ایران ببینید این مقامات جمهوری اسلامی هنوزم که هنوز هر چی بعد وقتی و بیچارگی گردن شاه میدازن و هنوز میگن که شاه انقدر ضعیف بود و انقدر ذلیل بود که سران سه کشور بدون اجازه شاه اومدن در ایران و در سفارت روسیه نشستن در مورد ایران تصمیم گرفتن خب اگر اون موقع استالین چرچیل و روزولت اومدن سران سه کشور قدرتمند دنیا بودن کارشون بد بوده اگر به اجازه شاه اومدن اگر شاه تمکین کرده شاه آدم ضعیفی بوده من اصلا در این مورد بحث نمی کنم که حالا شاه اجازه داده یا اجازه نداده اما هرچی بود سران سه کشور قوی اون موقع اومدن شوروی اون موقع و استالینش حتما حتی با گورباچه فعلا تفاوت داره وضعیت آمریکا و انگلیس هم مشخص بود امروز روسیه ای که در سفارت خونش یاد اون تحقیر ایران رو به قول آقای زنده میکنه همون روسیه که جرئت نداره در برابر آمریکا بیسته حتی در معاملات عادی با ایران براسه چیزی که بارها حسن روحانی گفت و اخیراً دیگران هم دارن میگن روسیه حتی وعده ای که برای دادن واکسن به ایران داره بود انجام نرد به خاطر اینکه روابطش با آمریکا به هم نخوره البته بهانه کردن گفتن خودشون نیاز دارن ولی قرارداد قطعی که با ایران بسته بودن مشخص کرده بودن در چه مدت چند میلیون انجام ندادن انگلیس هم که باز مشخصه انگلیس مرتب خامنه میگه دولت خبیس انگلیس ولی نشاستن عکسی رو بازسازی کردن این نمیتونه بدون مفهوم باشه که شما بالاخره سفارت انگلیس یا سفارت روسیه دفتر نمیدونم محل اقامت سفرا جاهای متعدد داره اینکه شما در درست در همون نقطه ای که به قول مقامات جمهوری اسلامی به قول مورخین دروغ نویس جمهوری اسلامی برای تحقیر شاه برای تحقیر ایران اومده بودن درست در همون نقطه نشستن عکس گرفتن و صندلی هم همون ستاره رو دوشن. ببینید اگر میخواستن دو نفر عکس بگیرن دو نفری میشستن دقیقا همون وضعیت رو همون شمایل رو بازسازی کردن سه تا مبل گذاشتن مبل وسط که مربوط به رئیس جمهور آمریکا بوده خالیه سفیر روسیه نشسته جای استالین و سفیر انگلیس نشسته جای چرچیل و همون عکس رو بازسازی کردن میگم این دقیقا تلاش کردن که همون نقطه همون سه تا صندلی و همون ترکیب ترتیب نشستن عکس‌ها رو ببینید و با هم مقایسه کنید خودتون خب این روسیه ای که جمهوری اسلامی در براش انقدر ذلت و حقارت به خرج میده شما مقایسه کنید الان در دنیا به لحاظ اقتصادی از چین عقبتره به لحاظ نظامی از آمریکا عقبتره به لحاظ ساختار سیاسی حتی از هند عقبتره به لحاظ بسیاری از مسائل بسیاری از کشورهای دنیا عقبتره تره امید به زندگی مردم رفاه مردم آزادی مردم این روسیه با اون وضعیت که در واقع جانشین شوروی شده ببینید در چه وضع ذلت خودش از روسیه کشور قویه اما نه در حد قوتی که به عنوان فاتح جنگ جهانی دوم داشت و حتی نه به قدرتی که چهل سال پیش داشت به عنوان یک قطب دنیایی در واقع بعد از جنگ جهانی دوم همون سرانی که اون نشستن در تهران و در جلسات بعدیشون اصلا نقشه راه آینده دنیا رو ترسیم کردن انقدر قدرت داشتن که برای کل دنیا نقشه راه ترسیم کردن سازمان های بین المللی رو بنیاد گذاشتن و بنیان گذاشتن نه روسیه فعلی که در بسیاری از جهات گفتم نظامی اقتصادی، سیاسی، آزادی مردم، رفاه مردم از بسیاری از کشورهای دنیا عقب تره. خب این ذلت و حقارت رو در شرایط آقایین به خرج میدن که خامنه ای می میاد میگه که ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، اینکه آمریکا میخواد ما رو تحقیر بکنه. و آقای رئیسی گفته که اگر با آمریکا مذاکره کنیم دستاوردهای 42 ساله انقلاب از بین میره. من واقعا نمیدونم من یه موقع میگفتم که چند دو سه سال پیش چیز کوتاه نوشته بودم که از این بعد واحد سنجش ها باید عوض شه یعنی مثلا قبلا مثلا میگیم که فرض یک کیلو میوه حالا اگه بخوام بگیم وقاحت باید بگیم یک خامنه ای وقاحت سه با... البته هیچکس کس بیشتر از خامنه ایست. مثلا نیم خامنه ای وقاحت یک سوم خامنه ای وقاحت ظاهرا کسانی هم که خامنه ای تاییدشون میکنه و حالشون میده به عنوان که به عنوان پرده دارانش حکومت رو در دست بگیرن به عنوان توسری خورها و تدارکاتچی های بی اراده اونها هم با اندازه خود خامنه‌ای باید وقاحت داشته باشه در شرایطی که داد ملت از حزب اللهی و غیر حزب اللهی بلند از وضعیت نابسامان کشور از هر جهت وقتی ناگهان میگه های 42 ساله انقلاب از بین میره دستاورد 42 ساله همونه که 43 سال پیش 42 سال خورده پیش خمینی در بهش گفت ما کرامت انسانی رو به شما برمیگردونیم حالا کرامت انسانی مردم دارن روز به روز در صفها در خانه هاشون در محل کارشون در برنامه های تلویزیونی بینن کرامت انسانی در اونجا از دستاوردهای انقلاب کرامت انسانی که یه عده پیرمرد و پیرزن برن تو صف واکسن وایسن و, و یک مأمور پلیس بی سر و پای حرام لقمه کتکشون بزنه فیلمشو همتون دیدید پخش کردم اون مأمور پلیس یه پیرمرد رو که تو صف وایسر و اعتراض میکنه کتک میزنه کرامت انسانی اینه این که یه پلیس اگر دلش خواست تو خیابون بتونه کتک بزنه کرامت انسانی که یک نماینده مجلس بیاد در گوش سرباز سیلی بزنه کرامت انسانی که یک آدم مثل رئیسی رئیس بشه که واقعا مایه سرشکستگیه کرامت انسانی اینه که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه بشه که حرف زدن عادیش آدم رو واقعا مشمعز میکنه یک آدم دروغگو حقباز و اگر فرض کنیم دروغ نگفته یک آدم خرافه پرور اینم گوش کنید من آخرین سفری که به دمشق داشتم جمعی از دوستان سردار سلیمانی که جزو مستشاران نظامی هستند و هنوز میدونید در سوریه جنگ علیه تروریسم در بعضی از مناطق ادامه داره اینا میگفتن که رابطه روحی ما با سردار بگونه است گای اوقات عملیاتی داریم با همکاری نیروهای مسلح سوریه و اینا که یه منطقه ای رو بریم آزاد بکنیم که در اختیار تروریست هنوز در مثلا شرق فرات در سوریه شب سردار رو تو خواب میبینیم روی نقشه به ما میگه این تصویری که کشیدید از اینجا بدید به نتیجه نمیرسید و رو این مسیر رو باید برید طی کنید و ما فردا با اون نقشه میریم این دیگه خیلی باید اون سیمشون وصل باشه این ارتباطات رو داشته باشن خب دستاورت های انقلاب که های رئیسی میگه اصلا محدود نمیشه اینه که من گفتم شما در هر عرصه ای از زندگیتون سر سفره اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان دارید میبینید دستاورت های انقلاب رو افزایش سن ازدواج رسمی کاهش شدید سن فحشا و اعتیاد افزایش بیکاری کاهش امید به زندگی افزایش خودکشی افزایش ناامیدی عدم پرداخت حقوق کارگران برای ماهای طولانی دستگیر رو زندانی و زندانی کردن و شکنجه تجاوز در زندان تجاوز توسط قاری قرآن بیت دیگه قرار این دستاوردهای انقلاب از این بیشتر ما بگم زندگی عادی مردم که اصلا نیازی نیست ما بگیم من یقین دارم وقتی رئیسی میگه که دستاوردهای دو سال انقلاب قریب به اتفاق ایران لعنت به خودش و امواتش میفرستن که یک آدم با این وقاحت دیگه دست آورد حالا دست آورد داخلی رو که مردم دارن در سر سفره هاشون در زندگی عادیشون میبینن در چهره غمناک جوانانشون میبینن در چهره مضطرب مادرانی که دخترش از خونه بیرون نمیدونه اسید تو صورتش میپاشن پسرش میره بیرون تجاوز میکنن در, در اونجا میبینن در چهره شرم شرمسار پدرانی میبینن که قادر به تأمین زندگیشون نیستن و از بچه‌هاشون شرمندن البته اونها نباید سر شرمنده شدن سرشون باید بالا بگیرن و توف بندازن در صورت خامنه‌ای و احکام روحانی و خاتمی و دیگرانی که مملکت رو به اینجا رسوندن ولی به هر حال این خصلت آدم ها. وقتی که حتی اگر بنا به تقصیر دیگران نتونه وظایفش انجام بده نتونه تعهدات که نسبت به خانواده‌اش داره برآورده بکنه احساس شرمندگی میکنه اینا دستاوردهای انقلابه در عرصه داخلی داره می‌بینیم در همه ها هم میگم دیگه در کلاه گذاشتن کسانی که یک موقع ببینید در کشور ما یک موقع عناوینی احترام داشت حالا از دستاورد انقلاب اینه که نه عنوان دکتر احترام داره در کشور نه عنوان آیت الله نه بازاری اعتبار داره نه کارمند قبل از انقلاب اگر کسی میرفتن خواستگار میگفتن کارمند دولت خودش امتیاز بود بپرسید از قدیمی ترا اگر میگفتند بازاری احترام برمیانگیخت روحانی محل احترام داشت کمان که استاد دانشگاه احترام داشت پزشک احترام داشت امروز کدوم که از اونها احترام دارن یا یه سریشون خود فروخته هم از همین اخشاری که نام بردم از ارتشی و نظامی و دانشگاهی و آخوند و پزشک و غیر از یه سریشون هم در واقع خودشون خود فروش کردن یه سریشون به خاطر وضعیتی که در جامعه هست مردم اصلا با هم درگیری ایجاد کردن این دستاوردها انقلاب در عرصه داخلی اما در عرصه خارجی هم دارید بینید در داخل کشور در پایتخت کشور روسیه و انگلیس که اختلافات بسیاری با همگی دارن با هم دست میکنن برای اینکه خاملی رو تحقیر کنن و میبینیم که دم از کسی بلند نمیشه تنها آقای ظریف که روز آخر حکومتش هم هست یه توییت زده و گفته که کار نامناسبی کردن یعنی کسی جرئت نمی‌کنه بگه روسیه غلط کرد در باغ سفارتش این کرد ظریف هم که داره میگه بیکار نامناسبی کردن کجاست آقای امیر عبدالله که صحبت کنه چرا چرا سلیمانی بخوام امیر عبدالله که تو دهن روسیه بزنه این آدمی که در معرض تصدی وزارت خارجه چرا اعتراض نمیکنه ببینید این حکومتی که جمهوری اسلامی درست کرده بر ما و میگم دستاورد انقلاب در عرصه داخلی در, در عرصه خارجی ببینید قبلا هم در خارجی اینا که ادعا میکنن که طرفدار مظلومان در تمام دنیا هستن ادعا میکنن طرفدار مسلمانان هستن جرأت نکردن در برابر ظلم و جنایت بی‌نظیری که چین علیه مسلمانان او قرم حرف بزنن کما که جرأت نمیکنن در مورد اقداماتی روسیه علیه مسلمان ها میکنه حرف بزنن این وضعیت قبلا دیدیم پایگاه نظامی در اختیار روسیه گوشم چیزی نتونستم بگن قبلا در عرصه سیاست خارجی حالا شاید اینا برای مردم عادی خیلی روشن نبود ولی خبراش هست اینا این همه جوان ایرانی و افغان رو بردن در, در سوریه کشتن باعث یک کینه بین ملت سوریه و ملت ایران شدن به خاطر که جمهوری اسلامی به فرماندهی قاسم سلیمانی دست مستقیم داشت در ریختن خون 500 هزار سوری همه این کارا رو حالا که وقت بهره شده روسیه یک لگد زره به جمهوری اسلامی پرتش کرد کوچکترین اجازه کوچکترین فعالیتی بدون هماهنگی روسی در اونجا ندارن این دستاورد انقلابشونه یعنی از سه داخلی برای همه روشن در سه خارجی هم باید گفت به مردم که بدونن با چه حکومتی طرفن و حکومت با چه بلایی سر کشور برده آقای رئیسی که میگه دستاوردهای 42 سال انقلاب از بین میره اینا رو میگه یعنی دستاورد یعنی در واقع زلت در برابر روسیه و انگلیس یعنی گرسنگی مردم یعنی بیکاری جوانان یعنی شرمندگی پدران یعنی عدم امنیت دختران و زنان یعنی در زندان بودن یه دختر فقط به خاطر که هجاب مخالف هجاب بوده یعنی زندانی طولانی آتنا دائمی برای که حاضر نیست درخواست اینها برای معذرت رو قبول رو کنه یعنی زندانی محمد نوریزاد و فرزندش یعنی فشار بر فاطمه سپهری و جواد لعل محمدی دیگران و افراد دیگه آرش صادقی سهیلا حجاب من اگه بخوام اسپیارم ستا نفر هستن اینها دستاورد انقلابه و من خواهش می‌کنم ببینید من تأکید دارم اصرار دارم در همه صحبت هم بگم هنوز هستند کسانی که به دلیل عدم آگاهی یا به دلیل حالا مثلا اعتقادی که دارن به نوعی حمایت میکنن و حمایتشون مؤثر هم هست به دلیلی که برای اعتقادی بر خلاف سران و حکومت که فقط برای کاسبی و دزدی و جنایت از جمهوری اسلامی حمایت میکنن بسیار از طرفداران عادی اینها بر اساس اعتقاده خواهش میکنم به هر کنون وزنه که میتونید وقتی صحبت میکنید چون ایرانی ها حتی یک ای که هر جمهوری اسلامی از از بین برده این رفاقت ها و پیوند هایی که علی رقم دیدگاه های سیاسی وجود داره میبینید در یه خانواده یه برادر حزب یه برادر اصلا کاملا ضد انقلابه به هر حال پیوند ها وجود داره از این پیوند ها استفاده کنید آگاهی رسانی کنید اجازه ندید جمهوری اسلامی تا از این هم ایران رو زلیل تر بکنه که یک واقعی که حتی اگر روایت جمهوری اسلامی و قرائت جمهوری اسلامی از بحث عکس استالین روزولت و چرچیل رو نپذیریم اصل قصه برای تحقیری که در تهران بنشینن تصمیم بگیرن بدون حضور مقامات ایران خب بازسازی اون صحنه چه هدفی جز تحقیر داره و چه هدفی جز این داره که به ایران نشون بدن که اگر ما از تو حمایت نکنیم تو ذلیلی از طرف جمهوری اسلامی ایران به جمهوری اسلامی و سرانش به علی خامنه بگن که ببین ما تا این حدم تحقیرت تغییرت می‌کنیم تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی ببینید کی واکنش داد در مورد این مسئله ب سوال کنید میگم از رئیسی که اینقدر ادعا میکنه از احمدی نژاد حتی احمد نژاد که میگفتش که من هرس میخوردم از اینکه در زمان خاتمی مثلا میرفت خارج تحقیرش میگن که دروغ میگفت احمد نژاد انصافا من با اینکه میدونم مخالف خاتمه ولی بهترین و محترمانه ترین استقبال ها از رؤسای جمهور اسلامی در زمان خاتمی صورت گرفته ولی حالا فرض کنیم احمد نژاد راست میکن. از اون ببین احمدی نژاد که وقتی بقایی و مشایری دستگیر میکنن که اون هم خلاف بود در واقع انتقام گیری از خوبی های اونها بود نه از بدیاشون اینا خیلی بدی دارن ولی به خاطر خوبی هاشون زندگی کردن بلا فاصله واکنششون داد در برابر این ذلت و تحقیری که انگلیس و روسیه با همدیگه انجام دادن حتی احمد جا سکوت کرده خامنه ای که جرت نمیکنه خامنه در واقع نوچه روسیه روسیه تضعیف شده حتی نوچه روسیه استالینی نیست نوچه روسیه که همین امروز بنا به اعتراف خود مقامات جمهوری اسلامی قراردادهایی که با ایران می‌بنده چه از لحاظ نقل انتقالات مالی چه از لحاظ تحویل خدمات و کالاهایی که فروخته به ایران تاخیر میندازه میگه به خاطر آمریکا این کارو نمیکنه همین روسیه ای که سالها تحویل نیروگاه بوشهر رو به تعویق انداخت همین روسیه ای که سیستم های اس 300 رو اول به تمام کشورها و حتی پیشرفته به کشورهای همسایه ایران داد و بعد تحویل ایران داد و ظاهرا بر اساس اخباری که هست حق استفاده بدون حضور مستشارهای روسی هم ندارن این وضعیت و بس میگم خود خامنه که جرأت نمی کنه نه روحانی حرف میزنه نه خاتمی نه احمدی نژاد نه ناطق نوری نه نمیدونم محسنی اجی نه فرمانده کل سپاه با همه ادعاش آقای گوری لنگوری که میگفتش که من ترجیح میدم گوری لنگوری نگاه کنم زهرا الان داره گوری لنگوری نگاه میکنه به جایی که خبرهای تحقیرآمیز و ذلتبار رفتار سفیر انگلیس در روسیه رو ببینه نه فیروزآبادی نه اون یکی آقایی که رئیس پدافند غیر عامل سر، سربار جلالی همینطور که حرفای مفت خیلی میزنن نه نمایندگان مجلس یعنی ببینید در واقع اگر همچین حرکتی یعنی واقعا شما تصور کنید که اگر این حرکت رو به جای روسیه انگلیس به تنهایی انجام میداد ببینید امروز چه قوقایی در کشور بود و این نشون میده که اینا چقدر ذلیلن در برابر روسیه فقط به دلیل این که در بعضی از محافل بین المللی روسیه ازشون حمایت کنه چون روسیه که حمایت مالی از جمهوری اسلامی نمیکنه توانش رو هم نداره انگیزش رو هم نداره اما فقط به این امید که در بعضی از مجامع بیرمالی در بعضی از تحولات بیرمالی در مسائل مثل برجام روسیه ازشون حمایت کنه که میگم اون رو هم روسیه نخواهد کرد روسیه از برگ ایران استفاده میکنه برای اینکه امتیاز بگیره ولی هیچگاه امتیازی به ایران نمیده در واقع ایران رو دو طرف له میکنن بر اساس منافع خودشون و نهایتا به تفاهم کردن ایران رو جمهوری اسلامی به هیچ حساب میکنن کما که میگم در مسائل نفتی در مسائل قراردادها در مسائل ارتباطات سیاسی حتی در مسائل مثل مسائل روسیه سوریه و جاهای دیگه روسیه خودش رو ارباب جمهوری اسلامی میدونه شنیدید حرف های ظریف در مورد احزار قاسم سلیمانی توسط روسیه و کارشکنی روسیه در برابر برجام بر به دلیل که روسیه میفهمه اگر رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا خوب بشه دیگه جمهوری نیاز به روسیه نداره این حکومت حکومتی که با این اربابانی که ذلیلش میکنن قدیم اربابهایی هایی بودن که به ریتشون عنایت داشتن مهربانی داشتن جمهوری اسلامی اربابی داره که جز اهانت تحقیر و توسری و شلاق و لگر ازش نمیخوره اما ما که مجبور می کار بکنیم حداقلش اینه که فریادی بزنیم حالا ماهایی که اینجا هستیم خطر برامون ظاهرا کمتر یا حداقل دست حکومت نمیرسه از جا فریاد بزنیم و کسانی که در داخل کشور هستن من خواهش میکنم که اجازه ندید اجازه ندیم که وضعیت به این صورت بمونه چون ننگ برای ما ایرانی ها که حکومتون در این حد حقارت به خرج بده میگم یعنی اون بخش اولش که دستاورد انقلاب در داخل کشور هیچی دستاورد سیاست سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو داریم روز به روز میبینیم موفق باشید